So we're starting a talk about the history of Israel. خب امروز میخوام درباره تاریخ اسرائیل صحبت بکنیم. And we had already looked at the three kings, the three great kings, Saul, David and Solomon. خب درباره سه تا از پادشاهان بزرگ قبلا صحبت کردیم که شاول و داوود و سلیمان بودن. Now we're going to look at what came after Saul, David and Solomon. خب حالا به یک سری از پادشاهانی که بعد از داوود و سلیمان اومدن امروز نگاه می‌کنیم. So a quick reminder for the everybody who there we go. Quick reminder for the people that are new. خب این یه یادآور کوچیک هستش اگر که جلسات قبلی رو نبودید و جدید در واقع اضافه شده به این جلسه. So this is a time chart of the history of Israel. خب این یه در واقع چارت زمانی هستش درباره تاریخ اسرائیل. حالا می‌بینید دیگه از اون اول تا آخرش. So up here we have the time of Jesus. خب این انتهایی که دارن نشون میدن سمت راست زمان عیسی هستش. He was born just before this line here. که در واقع توی اون خطی که می‌بینید اونجا به دنیا اومد. 2000 years before we have Abraham. 2000 سال قبل از عیسی ما ابراهیم رو داشتیم. And Abraham's family were wandered in the land of Canaan. خانواده ابراهیم هم توی سرزمین کنعان زندگی می‌کردن. And then the children of Israel, one of his sons, came down and were slaves in Egypt for 400 years. و بعدم بنی اسرائیل حالا رفتن به سمت مصر و اونجا به عنوان برده توی مصر بودن. Moses led them out of Egypt, they escaped and they came to the land of Canaan. و بعد موسی اونها رو از سرزمین مصر بیرون آورد و به سمت سرزمین کنعان برد. And for more than 300 years they had no king but were ruled by a series of judges. و حدوداً 300 سال بود که اونها هیچ پادشاهی نداشتن و با قاضی‌های یا داورانی در واقع می‌چرخید سرزمینشون. But then the people wanted a king and they had three kings that governed the whole nation. و بعدش در واقع مردم خواستار یک پادشاهی شدن که میبینیم پادشاهی ها اومدن و سه تا پادشاهی که اونجا میبینیم کل جامعه رو پادشاهی کردن. And all of them failed in some way or other. هر کدومشون توی یه بخشی حالا شکست خورده بودن به شکل خودشون. But David brought peace. He conquered all the enemies of Israel. ولی داوود صلح رو به ارمغان آورد با شکست دادن تمامی دشمنان بنی اسرائیل. And in the time of Solomon, the country was very prosperous. They were very rich, and everyone was working reasonably well. و در زمان سلیمان کشور به اون پولداری و اون وضعیت اقتصادی پایدار رسیده بود و هر کس به دلیلی کار میکرد، یعنی با هدف. And when Solomon died, his son was going to be crowned king of Israel. و زمانی که سلیمان مرد پسرش اینطور به نظر می اومد که قرار بود که تخت پادشاهی رو به ارث ببره. And that's where we start the study today. خب این جاییه که ما میخوایم درس امروز رو شروع کنیم. So I'm going to enlarge the time chart, so we're just looking at this bit in the red square, red rectangle. خب امروز در مورد این مستطیل قرمزی که توی این چارت در آوردن می‌خوایم صحبت بکنیم.
So there we go. It's the same chart, but we've stretched it out. این همون چارت هستش که می دیدیم ولی حالا اون قسمتی که صحبت می کنیم در بارش رو زوم کردن. So let's look at what happens. It's in the first book of Kings. خب حالا توی کتاب اول پادشاهان میریم که ببینیم چه اتفاقی افتاد. So it's 1 Kings chapter 12 and I'm going to read verses 1 and 2. خب اول پادشاهان باب 12 آیات 1 و 2 رو براتون میخونم. و اما رهوبام به شکیم رفت، زیرا همه اسرائیل به شکیم رفته بودند تا او را پادشاه سازند. چون یروبام پسر نبات این خبر را شنید، از مصر بازگشت. او از حضور سلیمان پادشاه به مصر گریخته بود و هنوز در آنجا به سر میبرد. So everyone has gathered together, or all the important people have gathered together to crown Rehoboam king. خب پس همه مردم دور هم جمع شده بودن اونجا تا انتخاب کنن پادشاهشون رو. But there is a man who also wants to be king. ولی یک نفر دیگه هم بود که میخواست پادشاه بشه. And this man is Jeroboam, the son of Nebat. و این فرد یروبام بود، پسر نبات. And Jeroboam had been a high official in the reign of Solomon. و یروبام یه در واقع بزرگی خاصی داشت زمان سلیمان. And he had tried to lead a rebellion but failed and he had run away to Egypt. و به خاطر همین سعی کرده بود که یه شورشی انجام بده که شورشش به نتیجه نرسید و شکست خورد و مجبور شد که به مصر فرار کنه. So Jeroboam comes back and he asks the king to reduce the taxes that he's collecting. بنابراین یروبام برگشت و از پادشاه درخواست کرد که مالیاتی که جمع می‌کنن رو کاهش بده. And he represents the people and says, cut the taxes, don't make us pay as much. و اون مردم رو جمع کرد، بهشون گفتش که مالیات رو کمتر بدید و اینقدری که اونها میخوان بهشون پرداخت نکنید. And Rehoboam grows angry and says, no, I'm going to put the taxes up. You're going to pay even more tax. ولی رهوبام عصبانی شد و گفتش که نه، من مالیات رو بیشتر میکنم و شما حتی باید پول بیشتری برداخت کنید. And the people go into revolt. Jeroboam leads the northern 10 tribes of Israel in revolt against the new king. و بنابراین مردم دوباره رأی‌گیری کردن و اینطور شدش که رهوبام شد پادشاه شمال که 10 قبیله اسرائیل رو پادشاهی میکرد. And that's written for us still in 1 Kings chapter 12 but verses 16 to 19. ولی و در مورد این قضیه توی همون باب 12 از اول پادشاهان صحبت شده، آیات 16 تا 19. و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه بدیشان گوش نمی سپارد، پس قوم در پاسخ پادشاه را گفتند، ما را در داوود چه سهمی است؟ ما را در پسر یسا میراثی نیست. ای اسرائیل، به خیمه هایتان بازگردید و حال تو ای داوود دل به خانه خیشتن مشغول دار. پس اسرائیل به خیمه هایشان رفتند، اما در خصوص اسرائیلیان ساکن در شهرهای یهودا، رهوبام همچنان بر آنها سلطنت میکرد. سپس رهوبام پادشاه ادورام را که مسئول کار اجباری بود نزد اسرائیلیان فرستاد، ولی تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند که بمرد. و رهوبام پادشاه به شتاب بر عرابه خود نشست تا به اورشلیم بگریزد. پس اسرائیل تا به امروز بر خاندان داوود شوریدند. So Rehoboam doesn't seem to have been very clever here. پس اینطور به نظر میرسه که رهوبام همچین باهوش عمل نکرد. So when the northern people revolt against him, he sends the chief tax collector
to try to bring them back. بنابراین وقتی سرزمین شمالی شروع کرد که بهش دوباره رأی دوباره رأی گیری کنن و بهش رأی ندن، اون ورداشت، حالا مشکلشون چی بود؟ مشکلشون همون مالیات بود. اونا ورداشت مأمور مالیاتی رو فرستاد اونجا که اونا رو برگردونه. The taxes wouldn't be paid in money because money hadn't been invented yet. خب قاعدتاً مالیات به با پول پرداخت نمیشد به خاطر اینکه اون زمان هنوز پول اختراع نشده بود. Instead you went and worked for the king for a certain length of time. بنابراین شما باید برای پادشاه کار میکردید به عنوان مالیات برای حالا یه مدت زمان خاصی. Anyway, the result is that the nation divides into two parts. بنابراین نتیجه این بود که جامعه اونها به دو بخش تقسیم شد. So that's a map of Israel at this time. خب این نقشه اسرائیل هستش توی این زمان که داریم دربارش صحبت میکنیم. So the Israelites have all the land from right the top all the way down. بنی اسرائیل تمام سرزمین ها رو از اون بالا که نشون دادن تا اون پایین که جودا یا یهودا هستش که دارن نشون میدن بودن، تو اونجا بودن. And the Philistines have this little bit on the west. و فلسطین همون یه تیک کوچولوی اون بغل سمت غرب رو داشت. And it divides into two. و این به دو بخش تقسیم شد. So in the south we have the kingdom of Judah, which is ruled from Jerusalem. توی جنوب پادشاهی یهودا رو داشتیم که توسط اورشلیم قانون‌گذاری می‌شد. And that's ruled by Rehoboam. که با رهوبام پادشاهی می‌شد و قانون‌گذاریش می‌رفت جلو. And in the north we have 10 of the tribes of Israel. They call that kingdom Israel. و توی شمال هم 10 تا از قبایل اسرائیل زندگی می‌کردن که خب اسم اون قسمت رو هم گذاشتن همون اسرائیل. And Rehoboam governs from Shechem. Shechem. و از در واقع از شیخیم اونجا میگشت. And that's Jeroboam, the son of Nebat, who rules Israel. و یروبام کسی بودش که اونجا رو در واقع میچرخون به عنوان پادشاه. So there's the time chart and we've got the two kings, Rehoboam in the south and Jeroboam in the north. و خب این چارت زمانی هستش که داره نشون میده پایین که بالا آبی کمرنگ میشه بهش گفت زمان پادشاهی رهوبام بوده و بالا هم که با قرمز علامت گذاری شده زمان پادشاهی یروبام بوده. And we have a history of these kings written out for us in the books of kings. و ما درباره تاریخ پادشاهی اینها توی کتاب پادشاهان میتونیم بخونیم. And the kingdom of Judah also has its history written out in the books of Chronicles. و درباره تاریخ پادشاهی یهودا هم توی کتاب‌های تواریخ میتونیم بخونیم. They both break into two, so we have one kings and two kings. Because that's how long it was convenient to make a scroll. و خب به همین دلیلم ما دو تا کتاب پادشاهان داریم، اول پادشاهان و دوم پادشاهان که خب به اینها پرداخته. And there's a little comment on each king in each in these books. So each king gets his little section in the book which says about his reign. خب توی این کتابا هر پادشاه یک قسمت کوچیکی داشتن در برای خودشون. So if we go to 1 Kings chapter 14. خب اگه بریم به اول پادشاهان باب 14. Verses 21 to 23 we've got an example with Rehoboam.
آیات 21 تا 23 یه مثال درباره پادشاهی رهوبام داریم. و اما رهوبام پسر سلیمان در یهودا سلطنت میکرد. او 41 ساله بود که پادشاه شد. رهوبام 17 سال در اورشلیم پادشاهی کرد، در شهری که خداوند از میان تمامی قبایل اسرائیل برگزیده بود تا نام خود را در آن بگذارد. مادر او نعمه نام داشت و امونیا بود. مردم یهودا آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آوردند و با گناهانی که مرتکب شدند حتی بیش از تمامی اعمال پدرانشان غیرت او را برانگیختند، زیرا آنان نیز مکانهای بلند و ستونها و عشیره ها بر روی هر تپه بلند و زیر هر درخت سبز برای خود برپا کردند. Right, thank you. The typically it says who the king was, it says who his father was. خب این یه مسئله معمولیه که وقتی میخوان بگن که پادشاه چه کسی بوده میگفتن که پدرش کی بوده. And he usually says how old the king was when he started to reign and how long he reigned for. و معمولا هم میانو میگن که چند سالش بوده که آغاز کرده پادشاهیش رو و چند سال پادشاهیش به طول انجام میده. And if it's a king of Judah, it will have his mother's name. و اگر که پادشاه یهودا بود درباره مادرش هم صحبت میشد. Although he usually doesn't say that if he's the king of Israel. و معمولا این رو نمیگفتن اگر که پادشاه اسرائیل بوده. So you then get a list of significant things that happen in the king's reign. و توی این سلسله پادشاهی هر کدوم رو یه تیکه اومده و اشاره کرده به همش. And then at the end you get a summary of what happened. و در آخر هم یه خلاصه از اتفاقاتی که افتاده میگه. And in this case, that summary comes in verses 29 and 31. حالا توی این بخشی که خوندیم، اون خلاصه نویسیه توی آیات 29 تا 31 همین باب 14. و اما دیگر امور مربوط به رهوبام و هر آنچه کرد آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا نوشته نشده است؟ میان رهوبام و یروبام همیشه جنگ بود. رهوبام با پدران خود آرامید و کنار ایشان در شهر داوود به خاک سپرده شد. مادر او نعمه نام داشت و از امونیان بود و پسرش ابیام به جای وی پادشاه شد. So it talks about the books of the chronicles or the history of the kings of Judah. That isn't a book in the Bible. That's another book that existed at the time, which recorded everything the king did. خب درباره خیلی از این مسائل میتونیم توی کتاب تواریخ بخونیم که حالا توی یک زمان دیگه نوشته شده، ولی درباره همون زمان، یعنی تایم نوشتنش یه موقع دیگه بوده نسبت به این پادشاهانه، ولی توی درباره همین وقایع صحبت کرده. All we have is a summary of what was written in it. و همه چیزی که داریم یه خلاصه از چیزیه که توی اون کتاب نوشته شده. Anyway, what I want to do now is to look at one or two significant kings in the history of Israel and of Judah. ولی خب حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که میخوایم تو تاریخ یهودا به یکی دو تا از پادشاهان برجستشون بپردازیم. So there are lots more kings that I'm not going to talk about. I'm just going to pick out one or two of them who did something particularly important. حالا خب تعداد بسیار زیادی از پادشاهان هستن که نمیخوایم حالا به همشون بپردازیم، ولی یه چند تایشون بودن که کارهای خاص و مهمی انجام دادن. So the first one I want to look at is Jeroboam the son of Nebat. خب اولیش که همون جروبام بود، پسر نبات. And he's the first king of the independent northern kingdom of Israel. و ایشون اولین پادشاه هست، پادشاهی سرزمین شمال بود که به اسم اسرائیل شناخته شد. Let's go back to 1 Kings chapter 12
and read verses 26 to 30. خب برمیگردیم به همون باب 12 کتاب اول پادشاهان، ولی آیات 26 تا 30 رو میخونیم. و یروبام در دل خود گفت حال سلطنت به خاندان داوود برخواهد گشت. اگر این قوم همچنان برای تقدیم قربانی به خانه خداوند در اورشلیم بروند، همانا دلهایشان دیگر بار به سوی سرورشان رهوبام پادشاه یهودا برخواهد گشت و مرا خواهند کشت و به سوی رهوبام پادشاه یهودا باز خواهند کرد. پس پادشاه مشورت کرده دو گوساله زرین ساخت و به قوم گفت رفتم به اورشلیم برای شما زحمت است. هان خدایان شما ای اسرائیل که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردند. سپس یکی از گوساله ها را در بیت ایل گذاشت و دیگری را در دان، و این امر سبب گناه شد، زیرا قوم برای حاضر شدن به حضور یکی حتی تا دان می رفتند. یروبام همچنین در مکانهای بلند معبدها ساخت و از میان تمامی مردم کاهنانی تعیین کرد که از لاویان نبودند، و در روز 15 از ماه 8 عیدی مقرر داشت و همچون عیدی که در یهودا بود و بر مذبح قربانیان تقدیم کرد و در بیت ایل نیز چنین کرد و برای گوساله هایی که ساخته بود قربانی تقدیم نمود. خوبی بذارم بیشتر خوندم. That's enough for the moment. The last verse isn't really important. So they've dug up the place where those altars and statues were. خب در اصل اونا کندن اون جایی که به نظر می اومد اون مجسمه ها اونجا بودن. So that's the one at Dan, that's where the altar had been. خب این در واقع جایی هستش که اون مجسمه اونجا بوده. So the golden calf would go quite soon when they stopped using it, wasn't protected, people would take it away and take the gold. و خب اون گاو طلایی قاعدتا دزدیده شده بود از اونجا به خاطر طلایی که روش بوده. And similarly they would take the copper from the altar so it would go. و خب حالا هر چی که توی اون محراب بوده رو هم به همین شکل. But that we know that's where it was. The foundations are just the size of an altar of sacrifice that they would have built to just fit on that little square there. ولی خب چیزی که میتونیم ببینیم این اون محراب قربانی هستش که در واقع قربانیانشون رو اهدا میکردن، این مربع کوچیکی که داریم میبینیم. So Jeroboam is always known after that as the man who made Israel commit sin. و از اون به بعد یروبام معروف شد به مردی که اسرائیل رو مجبور به گناه کرد. One of the things that happens is that whenever there's a king around, they always look at him and say, the king of Israel made everyone follow the ways of Jeroboam who made Israel to sin. و از اون بعد اینجوری شده بود که هر پادشاهی رو می‌دیدن می‌گفتن که پادشاه اسرائیل و از یروبام که اسرائیل رو مجبور به گناه کرد. So, let's look at the next king, the next king of interest. خب حالا میریم که پادشاه بعدی رو ببینیم که دربارش میخوایم صحبت بکنیم. When I say that they're all interesting, of course, it's just that the next one we're going to talk about today. و خب این قاعدتا پادشاه بعدی که امروز دربارش صحبت خواهیم کرد. This one is Ahab, who is probably the worst of the kings of Israel. خب این درباره آهاب میخوایم صحبت بکنیم که احتمالاً بدترین پادشاه تاریخ اسرائیل بوده. So that's in 1 Kings chapter 16. خب توی اول پادشاهان باب 16 هستش. And it's verses 29 to 33. آیات 29 تا 33.
در سال 38 هشتم آسا پادشاه یهودا اخاب پسر عمری بر اسرائیل پادشاه شد و 22 سال در سامره بر اسرائیل سلطنت کرد. اخاب پسر عمری بیش از تمامی کسانی که پیش از او بودند در نظر خداوند بدی کرد. گویی سلوک نمودن در گناهان یروآب پسر نبات برای اخاب کافی نبود که ایزابل دختر اتبعل پادشاه سیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته بعل را عبادت و سجده کرد. او در معبد بعل که در سامره ساخته بود مذبحی برای بعل برپا کرد و نیز اشیره را ساخت. اخاب بیش از همه پادشاهان اسرائیل که پیش از وی بودند با اعمال خیش خشم یهوه خدای اسرائیل را برانگیخت. Right, so Ahab worshipped all the gods of the nation of Sidon. خب این آهاب تمام خدایانی که اونجا بودن رو پرستش میکرد. And his wife Isabel seems to have brought those in. و اینطور بودش که همسرش اون رو به اونجاها میبرد. And he goes further than that. He tries to stop people from worshipping the God of Israel. خب و وقتی جلوتر میریم میبینیم که اصلا اینطور بوده که مردم رو هم به این سمت میبرده که خدای اسرائیل رو پرستش نکنه. And so Ahab is taking Israel away from the real God. و بنابراین اینطور بود که آهاب اسرائیل رو دور کرد از خدایان واقعی، خدای واقعی. But with that he brings in sacrifice of human beings. He starts to take property off people. He acts as a very bad king because he doesn't have the restraint of the law of God. و با قربانیانی که میداد در راه خدایان دروغین و کارهای اشتباهی که میکرد و مردم رو گمراه میکرد تبدیل به یکی از بدترین پادشاهان شد. So one of the things he did was to move the city where his palace was from Shechem to Samaria. و یکی دیگه از کارهایی که کرد این بودش که پادشاهی رو از شیخم به سامره تغییر داد. So at this time Samaria wasn't built, it's just a field. و تو این زمان سامره به اون شکلی که به نظر می اومد هنوز ساخته نشده بود. It belonged to a man called Samer. به یک مردی تعلق داشت اینجا به اسم سامر. And the king buys the field or buys the land and builds his palace and probably other buildings around it, and the city of Samaria is started. و اون سرزمین رو از اون سامر خرید و شروع کرد اونجا شهر ساختن و قلعه ساختن و اینطور شد که اون شهر سامره شروع به کارش کرد. Next to the palace there's a little bit of land belonging to a man called Naboth. و بقیه اون سرزمین سامر هم به یک نفر به اسم نیباس در واقع تعلق داشت. And Ahab wants that land for a garden. و آهاب اون رو به عنوان باغش در نظر گرفت. And when Naboth won't sell it to him, Isabel arranges for Naboth to be killed, and they just seize the land anyway. و زمانی که اون نیبات نخواست که زمینش رو بفروشه ایزابل یه برنامه ریزی کرد و اون رو کشت و به هر حال به زمین رسیدن. Anyway, the Ahab is still a very powerful king and he rules for quite a long time and dies in battle. و به هر حال آهاب پادشاه بزرگی بود
و پادشاه قدرتمندی بود و مدت طولانی هم پادشاهی کرد و در آخر هم در یک جنگ مرد. But during his reign, God opposes him by sending two prophets. و در زمان پادشاهیش هم خدا برای اونجا دو تا پیامبر فرستاده بود. Those are Elijah and Elisha. خب اونها الیجا و الیشا بودن. Now he's followed by his son who dies quite quickly and then by a second son and they're nearly as bad as Ahab. و پادشاهیش ادامه پیدا کرد با پسرش که تقریبا به همون بدی آهاب. But he is then killed by a man called Jehu who becomes king. و بعد از مدتی توسط یک آقای به اسم جیهو کشته شد که بعدش هم پادشاه شد. Jehu kills both the king of Israel and the king of Judah. خب این جیهو همزمان اومد و پادشاه اسرائیل و پادشاه یهودا رو کشت. And again, we have information about this from outside the Bible. ولی خب باز دوباره اطلاعاتش توی کتاب مقدس هست. So I think it's this monument here is got writing on it and it records a battle between the Assyrians and various different other countries, one of which is an army from Ahab, king of Israel. ولی خب الان اون تخت سنگی که دارید میبینید درباره یک جنگی روش نوشته شده بین آشوری ها و یک لشکری از طرف آها. And here we have another Assyrian monument which shows how the Assyrians had Jehu paying taxes to them. و این هم یک تخت سنگ دیگر درباره آشوری هاست که میگفتش که چجوری جیهو به آشوری ها در واقع مالیات با پول میدن. That's interesting because it has on it the only picture we have of an Israelite king. این خیلی جالبه به خاطر اینکه این تنها عکسی هستش که ما درباره پادشاهی بنی اسرائیل داریم. The Israelites didn't make pictures because they was not supposed to worship graven images. To make sure they didn't do that, they didn't make pictures. به خاطر اینکه اونها به طور معمول هیچ وقت عکس درست نمی کردن حالا روی تخت سنگ یا این چیزها به خاطر اینکه اینطور بوده که اونها قرار نبود که این تخت سنگ یا هر مجسمه رو پرستش کنن. Anyway, there's the picture. خب این در واقع عکسی هستش که درباره‌اش صحبت می‌کنه. And you can see this is the king Jehu is bowing down, the Syrian king standing just over this side. خب این جیهو هستش اون پادشاهی که اومدیم صحبت کنیم دربارش و اون پایی هم که اون طرف میبینید پادشاه آشوریان هستش که دربارش صحبت کرد. That's in the British Museum in London at the moment. خب این توی موزه لندن هستش. Right, so let's look at another king. This one is a good king. خب بریم به یه پادشاهی دیگر یه پادشاه دیگر رو ببینیم که پادشاه خوبی بوده. Hezekiah is a good king. I said that before, didn't I? He comes to the throne just as the kingdom of Israel is being defeated by the Assyrians. خب هزقیال پادشاه خوبی بود و دقیقا زمانی پادشاه یهودا شد که پادشاهی اسرائیل توسط آشوری ها سقوط کرده بود. So let's go to
2 Kings and chapter 18. خب بریم به دوم پادشاهان باب 18. 2 Kings 18 and verses 1 to 5. خب دوم پادشاهان باب 18 آیات 1 تا 5. در سومین سال سلطنت هوشع پسر ایلا بر اسرائیل، حزقیال پسر احاز پادشاه یهودا به سلطنت رسید. او 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش ابی بود، دختر زکریا. حزقیا آنچه را که در نظر خداوند درست بود به جا می آورد، درست به همان گونه که پدرش نابود کرده بود. او مکانهای بلند را از میان برد و ستونها را در هم شکست، اشیره را قطع کرد، نیز مار برجبین را که موسی ساخته بود خورد نمود، زیرا بنی اسرائیل تا آن زمان در برابر آنکه نهشتان خوانده میشد بخور میسوزاندند. حزقیا بر یهوه خدای اسرائیل توکل داشت. در میان تمامی پادشاهان یهودا پیش یا پس از او کسی چون حزقیا نبوده است. So he was a great king and trusted in God more than anybody else either before him or after him. خب اون یک پادشاه خیلی خوب و بزرگ بود و هیچ کس قبل و بعد از اون هیچ کدوم از این پادشاه ها مثل اون نبودن. Now the reign that the year that we've got recorded is when he becomes the only king of Judah. خب زمانی که داریم در باره صحبت میکنیم زمانیه که ایشون تنها پادشاه یهودا بوده. But he must have ruled with his father when he was a boy a few years earlier. و اونجا توسط پدرش قانون‌گذاری شده بود چند سال قبل زمانی که اون جوان. And during that time, the northern kingdom of Israel is defeated by the Assyrians, and the Israelites are taken away as captives to Assyria. توی همون زمان هم بود که در واقع پادشاهی شمال که پادشاهی اسرائیل خوانده میشد سقوط کرده بود توسط آشوری ها و اونجا به اسارت آشوری ها در. The account of that is in verses 9 to 12. و در مورد اینجا توی آیات 9 تا 12 صحبت میکنه. در چهارمین سال سلطنت حزقیا، یعنی هفدهمین سال سلطنت هوشع پسر ایلا بر اسرائیل، شلمناسر پادشاه آشور به جنگ سامره رفت و آن را محاصره کرد. پس از 3 سال آشوریان آن را گرفتند و بدین سان سامره در ششمین سال سلطنت حزقیا، یعنی نهمین سال پادشاهی هوشع بر اسرائیل سقوط کرد. پادشاه آشور اسرائیل را به آشور تبعید کرد و ایشان را در حله و در کنار خابور که نهر جوزان بود و نیز در شهرهای مادها اسکان داد. این از آن رو واقع شد که ایشان از یهوه خدای خود اطاعت نکردند، بلکه عهد او را، یعنی تمامی آنچه را که موسی خادم خداوند فرموده بود، زیر پا گذاشتند. آنان نه به فرمانهای او گوش فرا دادند و نه به آنها عمل کردند. There's a map showing the empire of Assyria. خب این یه نقشه هستش که پادشاهی آشور رو نشون میده. There they are, they've conquered Israel. این اون قسمتیه که اونها اسرائیل رو شکست دادن. And the people that live there were taken away and they're put in Hala, which is up here, and in the cities of the Medes in what's now Iran. و مردم از اونجا به شهری به اسم حلا رفتن که اون بالا میبینید و بعدن هم توی یک شهری به اسم مدیا رفتن که الان عراق هستش. And they take other people from 5 other nations and make them live in Israel instead. و اونها از این 5 قوم دیگه که حالا دارید میبینید جمعیت رو بردن و توی اسرائیل اونها رو سکونت دادن. And those become the Samaritans. و اونا به سامری ها معروف شدن. Samaritans.
And then a few years later, the Syrians invade Judah as well. و چند سال بعد هم آشوری ها به یهودا حمله کردند. So that's 7 years after Israel has been taken away. خب این 7 سال بعد از این بود که در واقع اسرائیل گرفته شده. So if we read 2 Kings chapter 18 and verse 18. خب دوم پادشاهان باب 18 آیه 18 رو میخونم. و حزقیای پادشاه را به حضور فرا خواندند. پس الیاقیم پسر حلقیا رئیس امور دربار و شبنا کاتب دربار و یوآخ وقایع نگار پسر آساف نزد ایشان بیرون آمدند. I think somehow I've gone and given the wrong verse there. That didn't look right. Never mind, we'll have to do. I can't find the verse I'm intending. Never mind, we'll carry on as though I got the right verse. So the Assyrians invade Jerusalem, invade Judah. And Hezekiah is not strong enough to stop them. خب آشوری ها به یهودا حمله کردند و پادشاهی حزقیال هم اونقدر قوی نبود که بتونه جلوی اونها رو بگیره. And but they're saved by a miracle. ولی اونها توسط یک معجزه نجات پیدا کردند. And this is in 2 Kings Chapter 19, verses 32-35. خب این توی دوم پادشاهان باب 19 آیات 32-35 هستش. پس خداوند درباره پادشاه آشور چنین می‌فرماید: او به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت. با سپر به مقابل آن بر نخواهد آمد و پشته‌ای در برابر حصار آن بر نخواهد افراشت، بلکه از همان راه که آمده است باز خواهد گشت. آری خداوند می‌فرماید که او به این شهر داخل نخواهد شد، زیرا به خاطر خود و به خاطر خدمتگزارم داوود از این شهر محافظت کرده، آن را نجات خواهم داد. همان شب فرشته خداوند بیرون آمد و 185,000 تن از سربازان اردوگاه آشور را کشت، چنان که بامدادان چون قوم برخواستند جز اجساد مردگان ندیدند. Right, so that sounds very unusual. خب این خیلی غیر معمول به نظر میرسه. But we know it happened because we have the evidence. ولی ما میدونیم که این اتفاق افتاده به خاطر اینکه ما شواهدی داریم. So first of all, we've got an Assyrian carving which shows the Assyrian army attacking one of the cities of Judah. خب ما اینجا یه حکاکی داریم از طرف آشوری‌ها که حمله‌ای که به یهودا شده بود رو به در واقع نقاشی کردن. So here they're attacking the city of Lachish. خب اینا به شهری به اسم لاخیش حمله می‌کردن در واقع اونجا. And there the army stayed while they were just beginning to besiege Jerusalem. و اونجا دقیقاً جنگ یهو متوقف شد قبل از اینکه به اورشلیم برسن. So some soldiers would go and surround Jerusalem, but most of them stayed back at Lachish where they had plenty of food. Yeah, ده توی همون اطراف اورشلیم موندن و خیلی هاشون برگشته بودن به اون شهر لاخیش. And there, huge numbers of them died for no obvious reason. و یهو برای بدون هیچ دلیل منطقی یک تعداد بسیار زیادی از اونا مردن. They were buried very quickly in great big holes in the ground which are filled up with bodies and then covered over. اونها خیلی سریع دفن شدن
توی در واقع زمین ها به صورتی که بدن ها همدیگر رو پوشش میدادن، همون چی میگیم به قبر گروهی یا همچی چیزای منظورشون. They were buried in their armor. اونا تو با همون زره خودشون دفن شدن. There's part of a helmet crest. It's actually someone has reconstructed one to be just like one they found in the ground. That's why it looks so clean. خب این در واقع یکی از کلاهخودهایی هستش که یعنی کلاهخود نه اون جلوی کلاهخود هستش که کشف شده و حالا این روی زمین جا مونده بوده و به خاطر همینه که به نظر تمیز میاد. But they actually found thousands of bodies like this. They hadn't died in war. There are no broken bones. There are no wounds. There are no arrowheads. They just died. ولی در اصل اونها بدنهای مرده زیادی پیدا کردن بدون اینکه هیچ آسیبی دیده باشن. نه سری شکسته بود، نه استخونی شکسته بود، نه زخمی بود، نه هیچ. So, Judah is saved by God through a miracle. خب پس یهودا توسط خدا و یک معجزه نجات پیدا. Anyway, there are two more kings. There's Manasseh and Amon. خب دو تا پادشاه دیگه هم هستش که میخوام بهش اشاره کنن. Excuse me, what was the name of those kings? First one was Manasseh and the second one was Amon. خب یکیشون مناسی بود و یکی دیگه شون هم آمون. And in spite of the fact that Manasseh had seen Israel saved by God, he still turns against God and is a bad king. و خب منسه با این که دیده بود که قوم اسرائیل توسط خدا نجات پیدا کرد، باز دوباره کفر گفت و تبدیل به یک پادشاه بد شد. And that's true of Amon as well. He's just as bad. But he is he dies and he's replaced by his young son. خب آمون هم به همون بدی بود دقیقاً، ولی اینطور بود که اون خیلی سریع مرد و پسرش جایگزینش شد، جانشینش. So this one is Josiah. و این یکی هم که در واقع دربارش صحبت میکنیم همون جوشیا بوده. And he becomes another great king of Judah. و حالا در واقع این جوشیا همون یوشا هم بهش گفته میشه که یکی دیگه از پادشاهان بزرگ اون زمان بوده. So if you look in 2 Kings chapter 22 verses 1 and 2. خب به دوم پادشاهان میریم، باب 22 آیات 1 و 2. یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش یدیده بود، دختر ادایا، از مردمان بسقط. یوشیا آنچه را که در نظر خداوند درست بود به جا آورد و در همه راه‌های پدرش داوود گام برداشته، از آنها به راست یا چپ منحرف نشد. So Josiah is only a little boy when he becomes king. خب یوشیا یک پسر کوچیک بود زمانی که پادشاه شد. When he grows a bit older, he makes them repair the temple of God in Jerusalem. خب زمانی که یه ذره سنش بالاتر رفت، معبد خداوند رو توی اورشلیم بازسازی کرد. It hadn't been used much by the two previous kings because they were bad kings. و این چیزی بود که دو تا پادشاه قبلی نادیده گرفته بودن به خاطر اینکه پادشاهان بدی بودن. But if we look in verses 8 to 10, chapter 22 verses 8 to 10 talks about what happens next. حالا اگه به آیات 8 تا 10 نگاه کنیم از همین باب 22 می‌بینیم که چه اتفاق بعدش می‌افته. هلقیا کاهن اعظم
به شافان کاتب گفت کتاب تورات را در خانه خداوند یافتم و حلقیا کتاب را به شافان داد و او آن را خوانده پس شافان کاتب نزد پادشاه رفت به او خبر داد که خادمان تو پولی را که در خانه خداوند بود بیرون آورده و آن را به دست سرکارگرانی که مسئول نظارت بر کار خانه خداوند هستند سپردند. پس شافان کاتب به پادشاه اطلاع داد که حلقیای کاهن کتابی به من داده است و شافان کاتب را در حضور پادشاه خواند. They find the law of God that had been completely ignored for the previous two kings. پس اونها شریعت خداوند رو پیدا کرده بودن که کاملا نادیده گرفته شده بود توسط دو تا پادشاه قبلی. And Josiah makes sure that everyone follows the law, including the rich and the powerful people. They all have to behave reasonably. و یوشیا از همه خواستش که بیان و به اون شریعت خدا عمل کنن و همشون باید خیلی عقلانی زندگی میکردن. So the law is restored, the worship of God is restored, and Josiah is the last of the great kings. و اینطور شدش که دوباره شریعت خداوند برگشت و بهش عمل شد ولی یوشیا آخرین پادشاه بزرگ بود. And at this time the Assyrian Empire is falling. It's being defeated by the Babylonians and the Medes. توی این زمان پادشاهی آشور یا همون آشوریان توسط بابلی‌ها شکست خورده بودن. And the Egyptians send an army to help the Assyrians in the hopes that will make the Assyrian Empire survive. و آشوری و مصر هم سربازانی فرستاده بود برای کمک به آشوری‌ها. And Josiah takes the army of Judah and he tries to stop the Egyptians from joining up with the Assyrians. و یوشیا هم سربازانش رو جمع کرد تا جلوی سربازان مصر رو بگیره که به آشوری‌ها نتونن کمک کنن. But Josiah is defeated and he dies in the battle. ولی یوشیا شکست خورد توی اون جنگ و خودش هم توی جنگ مرد. In any case, the Egyptians then defeated by the Babylonians. به هر حال مصری‌ها توسط بابلی‌ها شکست خوردن. And the Babylonians become the most important empire. و بابلی‌ها هم تبدیل شدن به مهمترین پادشاهی. What happens now is that Judah is between Babylon and Egypt. و اتفاقی که افتاده بود این بود که یهودا الان بین بابل و مصر بود. And when the Babylonians are doing well, they get rid of the king of Judah and replace him with a man who is in favor of the Babylonians. و اتفاقی که افتاد این بود که بابلی ها اینطور میخواستن که پادشاهی یهودا جایگزین بشه توسط کسی که اونها میخوان، یعنی بابلی ها میخوان. And when the Egyptians are powerful, they replace him with a king who's favorable to the Egyptians. و زمانی هم که مصری‌ها به قدرت میرسیدن میومدن و پادشاهی برای یهود انتخاب میکردن که مصری‌ها دوست داشتن، خودشون دوست داشتن. So we have a series of kings who all of whom are either the sons or grandsons of Josiah. But they only reign for a very short time each. بنابراین یه سری پادشاه بعد از یوشیا میاد که همه‌شون نوادگان و پسران یهودا یوشیا بودن ولی خب همه‌شون برای مدت کوتاهی پادشاهی می‌کردن. And finally they revolt against the Babylonians and the Babylonians come
and destroy Jerusalem and take the Jews away as captives to Babylon. و در آخر هم بابلی ها اومدن و حمله کردن به یهودا و یهودایی ها رو فرستادن به عنوان اسیر به بابل. And that's recorded for us in 2 Kings chapter 25 verses 8 to 11. خب این توی باب 25 از دوم پادشاهان هست، آیات 8 تا 11. در روز هفتم ماه پنجم از 19 سال سلطنت نبوکدنصر پادشاه شاه بابل، نبوزردان فرمانده گارد سلطنتی که به خدمت پادشاه بابل می ایستاد به اورشلیم آمد. او خانه خداوند، خانه پادشاه و همه خانه های اورشلیم را به آتش کشید و هر خانه بزرگ را سوزانید. همه لشکر کلدانیان نیز که همراه فرمانده گارد سلطنتی بودند، دیوارهای دور اورشلیم را به تمامی ویران کردند. نبوزردان فرمانده گارد سلطنتی بقیه مردمی را که در شهر باقی مانده بودند و نیز آنانی را که به پادشاه بابل پیوسته بودند، همراه با بقیه جمعیت به تبعید برد. So the Judah is no more, and the people, most of them are taken to Babylon, some of them escape to Egypt. بنابراین مردم یهودا خیلی هاشون به بابل به اسارت برده شدن و یه سری هاشون هم به مصر فرار کردن. Now, the other thing to talk about is the various different prophets. و حالا در مورد یک سری پادشاه مختلف هم صحبت میکنیم. And at various important times in the history of Israel, God sent warning and advice through prophets. و توی اون زمان مهم خدا نصیحت‌هایی رو می‌فرستاد به مردم توسط در واقع پیامبرانی. And there are, well, there's Elijah and Elisha, of course, are the time of Ahab. خب الیشا و الیجا زمان ایهاب بودن. Then we have a series of prophets around the time of Amos there who are warning Israel that they are getting so bad God is going to remove them. خب زمان در واقع پیامبری آموس هم اون اول دارید آموس رو میبینیم توی این حالا خط صحبتمون توی خط تاریخی که زمان بسیار بدی برای اسرائیلیا بود و خداوند تصمیم گرفت که اونها رو جایگزین کنه. Then we've got another group of prophets who are at the time that the Assyrians are taking Israel captive. و خب اینجا هم یک سری دارن نشون میدن یک سری پیامبر دیگه داشتیم که برای زمانی بودن که اسرائیلی ها در واقع شکست خوردن. And then we had another group of prophets that come at the time that the Babylonians are taking Judah into captivity. و بعدش هم یه گروه از پیامبران رو داریم اینجا که برای زمانی بودن که یهودایی ها توسط بابلی ها شکست خوردن. The thing to be careful of is that it's Hezekiel, and it should be Hezekiah, but it comes up as Hezekiel in most Farsi Bibles. و باید توجه بکنید اون حزقیالی که اون بالا هستش حزقیال پیامبر هست و این پایینیه حزقیا هستش، ولی به اشتباه تو خیلی از کتاب‌های فارسی حزقیال نوشته شده. It's important not to get them mixed up. This one's a king, that one's a prophet. و خیلی مهم هستش که به این توجه بکنید یکیشون پادشاه بودن و یکیشون در واقع پیامبر. But in this Farsi translation is Hezqiyah.
Oh, good, right. Because the person that translated this slide for me has given me Hezekiel. I noticed that. He claimed that's what it was written in his particular translation. So it's Hezekiel, so much the better. Yes, exactly. But in our translation, is Hezekiel. Yeah, و good. ولی حالا من الان چک کردم توی کتابی که خودمون داریم همین کتاب چرمیه حزقیا نوشته شده و ترجمهش حالا درسته. I probably better change my slide then. exactly. Yep. Anyway, there we go. The summary of what happened. As time went on, Israel and Judah got further and further away from God. خب به هر حال حالا این یک خلاصه ای از اتفاقاتی بود که زمانی که یهودایی ها و اسرائیلیان هی از خداوند دورتر می شدن. And in the end, God, excuse me, in the end, God stopped protecting them. و در آخر هم خدا از این که از اونها حمایت و محافظت بکنه دست برداشته. And he sent them away as captives to either Babylon or Assyria. و اونها رو به عنوان اسیر به آشور یا بابل فرستاد. So there we are. Thanks for translating for me and thanks for everybody for listening. My pleasure. و تشکر میکنم از دوستان برای اینکه سر جلسه بودن.